شام بخیر تماشاگران عزیز تلویزیون تاجیکستان روز یک شنبه است و چون انانا در شام یک شنبه البته برنامه امشب پیشنهاد شما میگردد نفرانی که هوادار این برنامه هستند هر یک شما را خیر مقدم میگویم و سلامی گرم و جوشانی خود را به هر یک شما میرسونم چون هر وقت من تنون نیستم امروز در میمونی برنامه امشب سراینده شورت یار نفری که با شدت کوشش کرده شده است که باغوج ایجادی خود را پر از ترانه پر از نوارهای نو نماید علی شیر بادولایف ما شما را خوش آمدید میگم رحمت کلام حواتون چگونه؟ تبامو بسیار بولیده بسیار بولیده است امروز هم چگونه که میبینم شما با شدت کار کرده استودید بله یک چند نوارهای نو را الکه پیشنهاد کردید و عموما میگفتید که آن آلبومی نوی که شما تیار کرده استودید از چند ترانه عبارت است آلبومی نوی که من تیار کرده استودم عبارت از 15 سرود میباشد 15 سرود میباشد بله الکه دو ترانه که شما انتشار کردید این ترانه یکم مولی بخوری و دوی پدر و امروز باز با برنامه شما یک کلیپ نو خود رو باز یک سرود نو خود رو که با نام یاری بناز می باشد با برنامه شما آوردم ما البته در آخر این کلیپ نو و همزمان ترانه نو رو برای شما نمایش میدیم انتظار می شود و قید کردم با مورد است که علی شیر زیاده از 10 سال می شود بله 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 در اولای موسیقی است ترانه اولینه که شما رو مشهور کرده بود این ترانه انارانار بود بله. گفتم میتونید که ترانه هایی که شما عین زمان انتشار کرده استودید میتواند که تقدیری ترانه انار رو تکرار کند یا اینکه از او بهتر شود راستی من پیش از سرود انارانارم یک تا دو تا سرود براورده بودم کلیپ کرده بودم راستی نه اینقدر جای خودش رو گرفته بود و پس از اون خیلی سرود انارانا رو براوردیم کلیپ نو کرده علاکه شهرت پیدا کرد و پس از اون چگونه ایست کرده که همین ترانه مشهور شده است راستی من از چند جا می رفتم اخیم اووز خود من میشوندم یعنی که از منتفون هایی که داخلی برای ماشین هایی که از شهر می روان ولی شاید بعض نفران گوش میکردن اما شما رو نمیشتختن نمیشتختن نمیدونستن با من زنگ هم زدن یا دو نفر گفتن یا حفیظ از سمرقند یا از بخورا است که همین سرود انارانا رو خونده است که اووزش به تو مانند است با من گفتم نه اینم من خوندگی بله گفتم باور نکردم خیلی پس از اون خیلی بعد کلیپ کردیم کلیپ انورانو رو برآوردیم و پس از اون سرودی مورگی برآوردم وقتی که شناسایتو با شما زنگ زدم میگفتن که علی شیر همین ترانه رو کی جرو کرده است میگفت بعدا شما میگفتید که میخواد با تویتون بیاد نه دیگه نه راستی گفت میگفتن که من اجرا کرده که باور نمیکردم باور نمیکردم تو وقتی که من کلیپ همین سرود رو برآوردم اثبات کردن نمیتونستم که من خوندگی هستم اثبات کردن نمیتونستم بله من خوندگی هستم اثبات کردن نمیتونستم بعد از اون که مثلا کلیپ برامد چگونه تاثیرات ها بودن بعد از اون که کلیپ برامد تاثیرات ها بسیار توی بالای توی بود یعنی که خیلی است علاقه یعنی میشنوسم حرمت مردم دیگر خیلی است لیکن یه خطاگی از طرف من شد چی خیلی خطاگی شد راست دیگر بعد پس از سرود انورانور باز از سرود دیگر کردم چی شد که یک 4 سال انورانور خیلی گیریم سال 2013 بر اومدگی است بله انا این سال سال 2018 انورانور سال 2014 کلیپ شما ثبت کرده گستم در شهر خوجند بله و چه خیلی دمی رفتید زمانه شد نمیدونم که کمتر از سنت دور شدیم از سنت دور شدیم بله نکین همین شهرتی سرود انورانور که توی می رفتیم و همه خیلی می گشتیم بعد من مقصد گذاشتم که این خیلی اول باید آدم 5 6 7 کلیپ باید تیار کند سرود تیار کند همه اون رو که وقتی که در دست خودش قپی بغاج یعنی که شد این شو بیزنس همین خیلی است که همین پای در هم باید رود پای در هم رود بله بعد همین در همین حالت شما میتونید که یک چیشه بید در اینجا یک چند سوال ها هستند که هوادارانی برنامه پیشنهاد کردن در اینجا میگن که برای چی علی شیر دویمو در ژانر مولگی ترانه اجرا میکنه راستی گپ همین من از عنوان کودکی همین مردم مولون رو بسیار میپسندیدم یعنی که رویه همون سرور هنرمندی مردمی جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان هم هستن تاجیکستان هم هستن بله بله البته هستن همین رویه به من بسیار معقول پسند بود از یک 5 تا کلیپی که من کردم در اینجا یعنی که فرکلوری خطلونی است ماورگی است ملی است درباره وطن دوستی است یعنی که درباره جوانان یعنی که
سرود ها با مانند استراد. وقتی که شما ترانه های موریگی اجرا میکنید اصلا اونا رو مثلا میگم که ترانه های سغدی، بله، ترانه های سمرقندی، ترانه های بخورایی، بله، ترانه های اومد جنری موریگی. از ان همین رویه شما کی رو همچون نفری از همه صاحب کسب یا اینکه سرانده محبوب خود حساب میکنید؟ روستی گپ نمیدونم. مردم مولون فرو میسابن برای چی که این نفر در پیش که 20 سال پیش این از تاریخ نگریم یا 15 سال پیش همین چیز رو به مردم رسانیدن و امروز یعنی که علاقه فلکلوری کتاب های فلکلوری رو گرفته امروز حافظه که میخونن اونها هم از پای هم استاد میروند. بار اول مردم مولانا رو در کجا دیده بودید؟ راستی ندیدیم. تو حاضر ندیدید؟ نه ندیدیم راستی ندیدیم. در جمهوری تاجیکستان کنسرت موندن؟ ما توی داشتیم در ایسفره مخلیص داشتیم. مخلیصه بودید که رفتن اتوانیسته دیدن اتوانیسته. نه حالا البته نکی در نیت هست که همی انشالله که کنسرت که مونم باید یک بار بیارم که یک جامعه پشانم باید باو گیرم. اگر این نوبت نشود میتونید که مردان مولانا رو با توی دعوت کنید یک جای توی گذارونید. میشه دیگر فکر کنم روحش نیست. بله اون گفته میتونید که همین آوازخوانی میتونید که سرنوشت انسان باشه، یعنی که آوازخوان میتونید که همچون آوازخوان تولید یابد یا اینکه میتونید که با مرور زمان تشکل و رشد یافته آوازخوان شود. این چیز ارثی است به فکر شما یا اینکه از کوشش و حرکت این سوال بستگی دور است که تو چه اندازه او صاحب کسب میگردد؟ راستی گپ گیریم بسیار سوال جدی. لیکن من به همین سوال شما دو مثال میبرم. خوش یکی هست که مقصد از نمونی کودکی یعنی که به سرایندگی حرکت میکنه یعنی میخونه دو سنتکار میشه یا دیگری هست که یعنی در رفت زمانه سندکار می شود یعنی که به هنر دیگر بود باز به سند می آود و این شهرت می آود. مثلا گره من زیاودین نورزاد که جورنالیستی تلویزیون و رادیو بودن و پس از اون هنرمند شدن. هر کی رو خداوند از دل نیت می کرد. همین دل نیتتون خوب باشد، یکی نیک داشته باشید. البته مهم نیست که شما بیزنسمن باشید که یعنی سندکار شوید، سند از اون خلق می باشد. لیکن سند اصیل باز جای خودش رو می آورد، نکی به همون نفرانی که یعنی که از رویه دیگر به صنعت میگذرن و به این قدر مشکلی و یعنی توب آورده کوشش مینمویند با آنها احسان گفتن نکن. یعنی این مردی است که بلی. از روح دیگر به صنعت آمده محض یعنی درآمدی این طرف رو به این طرف یعنی گذاشتن یا اینکه ایواز کردن. ولی این کاری آسان نیست. بله این زیر... کلیپ کردن، این سرود خوندن، این یک به معنای لاتری است. باور میکنید وقتی که من همین سرود انورانو را در فیلارمونی دولتی انسامبل اتحادیه گروه جدی دولتی کار میکردیم استاد عبیدالله کرامت تو همین سرود را اومدم باید در نوروزی میخوندیم که همین یک دایره که دیم خیلی انورانوره چشمکی دلبر خموره همه خیلی خوندم و من استاد برو وردم از در بیرون کردم گفتم استاد همین سرود به من پسند اومد. نه اول فیلم بفکرم چون نگفتید استاد همین سرود چند پول است؟ نه بعد در بیرون گفتم همشه. بعد استاد گفتن خیلی به تو پسند اومد. من گفتم راستی استاد به من پسند اومد این سرود به تو پسند اومد خیلی. بعد مسلحت کردیم. بله مسلحت کردیم وقتی که در استودیو کیسه هم خالی نرود شاگرد. بعد در استودیو همین سرود رو که استاد در اومدن همراه دایره خوندن نواختن دادم. حالا هم همه آدم همراه من است توی میگردن تو یک جا توی میرن. بله گفت ای چه خیلی سرود است انار ای چی معنی داره؟ کی گفت این گفت؟ بابا جان و بدلوی بله راهبری بدی انسامبل گلشن. گفت کی این چی سرود است؟ چی سرود از این سرود هم نیست. آره باید شما میدونید کدوم سرود میخوندید. سوترانه که باختری برام اجرا میکرد تی 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 این سرود است انار سرود نیست. بعد راستی گفت خیلی گفتم اکو یا به خاطر من خیلی ثبت نمایم سرود خیلی ثبت کردن و بعد که همین سرود رو ما خوندیم پیشکش مردم کردیم و هر روز خود همون کس گفتن که من باوری نداشتم از همین سرود که مقصد همین سرود شهرت خودش رو میوبر. برای همین استیگا منم 5 تا سرود نو کردم کلیپ کردم و حالا نمیدونم که کدوم این یعنی که به دل مردم جو میگیره. لکن باز با یک چیز دلپوری دورم. خوش یعنی چی گونه
یعنی در همین صنعتی من در همین رفت ایجادی من سرود انورانور یعنی ستون باشه مثلا این چیزهایی که من برآورده ایستادم این نمیمونه که همون ستون رو یعنی که افتوند یعنی که از صنعت مقصدی دور نشودن من است برای ولو که من کوشش کرده سرم که چیزی خوبی رو پیشکش مردم نمایم و این رو خداوند خودش میدوند که کدام سرودی من از این بین پنج تا کلیپی که من آماده کردم کدومش یعنی مقصد باز جای انور میگرد یا که از این بالو میرود ترانه نوی که شما انتشار کرده بودید این ترانه نام داشت دوی پدر بله بله دوی پدر من معلوم میداد که این از ایجادات کیست مؤلفی متن کی است مؤلفی آهنگ دوی پدر متن عرض ایسایف می باشد آهنگ عمرف شوکت که بستکار از شهر از جمهوری ازبکستان از شهر تاشکند آهنگ همون نفر می باشد و مخص کارگرد موسیقی هم همون شوکت عمرف به عهده گرفت یعنی اجرا کرد برای چی ما اصلا این موضوع رو انتخاب کردیم راستی که این موضوع در فکری من بود من فکر کردم باز برای اون که شما رو به توی ها زیادتر دعوت کنن مخصوص برای اون که مثلا دوی پدر پیش از توی در نوار هم همین تر اساسی میبینید خودتون قریب فهمیدید قریب فهمیدم یاد خودی حاضر دو مصرعش رو اجرا میکنند علی شیر و بعد از اون ما کلیپ رو برای شما نشان میدیم پیش از اجرا کردن خوش کمی درباره همین کلیپ درباره همین ایده خوش من به شما گفت میزنم با بوریز واسه که هر یک نفر فرزندور میشود یعنی که در این دومودی عروسی شما میگن که شیرین شود شکر شود اولینش پسر شود ولی البته هر یک جوان مرد آرزو میکند امید میکند و یعنی انتظاری میکشد که به فرزند پسر شود البته منم که اولادار شدم چون این تمنیاتو بود و پس از یک سال اولادار شویم فرزندور شدم پسرچم و پس از آن وقتی که باز از 3 سال بود که دخترچه دار شدم راستی دختر شیرین تر بود است دختر شیرین تر بله یعنی که انسان یعنی که مهر به دختر دارد به پسر نه اینقدر نام قدر یا که من به فکرم بعد همین ایده در وی من در همین فکری من بود همین چخی کنم کلیپ کنم که یه نوآوری باشه یک چیز باشد که به دیگران مانند نباشه یک چیز باشد که مقصد تیز و یه خودشه پیدا کنم مخلص خودشه کل و یه خودشه پیدا کنم من از کتم البته هر یک فرزند کلام میکنی به آقای میرسونی وقتی که وی به شوهر میدی این بسیار درد است پس به آهنگساز زنگ زدم گفتم به من همین خیلی آهنگ درکار است که به همین سمت باشه بعد اون کس به من خیلی گفتن رقصی باشه گفتم نه رقصی نه اوست امی اوروم نه اونقدر سوست گفتن تمام بعد خیلی آهنگ اجرا شد با من روانه کردن و بعد با نزد ارزوی سیف رفتم همین چیز رو فهموندم و استادم بر همین معنی که من خواستم به چیزی که من خواستم شعر نویستم راستی پس از همین کلیپ رو که ما پیشکشی بینندگان گردوندیم علاکه چند نفر با من گفت که بسیار چیزی یک نوآوری یک چیزی نقص کرده که اصلا دردی امروزه یعنی پدر و فرزند واقعا موضوعی است که تو یک اندوز تربیوی است بله زیرا بله. دوی پدر این از همه چیزی اساسی است بله. برای فرزندان در فیسبوک ماهیره برای ما می نویسد می گوید که بغیر سراندگی یکون کار دیگر می کنید اصلا شب و روز همیز از قفای سند هستیم سند هستیم شب و روز از قفای سند از قفای توی دوام میتیم سوال نوبتی می نویسند که شما بسیار شخصی خوش چخچخ هستید در خونه هم چونین خوشحال هستید دویم یا اینکه ننویسند نه البته یکی حرکت میکنید که وقتی که کامیرا رو میبینید نه در خونه هم در زندگی هم همین طور هستیم روستی من به همین نمیدونم نمیتونم خودم رو خیلی جدی نمیتونم روستی گفت شما من شخص جدی نیستید نه شخصی جدی هستم اونو یعنی که با کدوم سمتی کار هست با کار خودم شخصی جدی هستم البته لیکن در معاملت چونین نیستم در معاملت یعنی حرکت میکنید که صمیمی باشید صمیمی باشم بله و راست رو گید و بله صمیمانه با انسان ها رفتار بله بله البته درست از همه حالتی ناگواری که در زندگی شما رخ داده بود کدام حالت بود البته حالت های ناگوار بسیار میشه یکی میشه که در اگه مرکه دیر میکنی یکی میشه که در اگه چیز کمی هیجان ایزو میکشه یعنی که حالت های ناگوار بسیار هست میشه یکی مرتبه از هنرنمای خود شرم داشتید نه نشد است چون دایما باری نکستید که سری بلند بله بهترین باید که چونین باشد بله همین در وقت توی کنسرت همین جا باشم
همین یعنی نیرو میگرم همین میبرم وقتی که در استودیو باشم ثبت میکنم که ثبت یگان سرود باشد کو همین نوشنیکه که در گوشی ما مونده تمام دست پای ما خونک میشه دیگه نمیتونم خونده نمیدونم چی با برای همین در تاشکند در شهر تاشکند هم ثبت کردیم گفتم همون نوشنیکو را گیری من به نوشنیک هم خمه خونم با همون زوکر ریسور گفتن که در تاریخ ما نشده است من گفتم در تاریخ شما این خیلی نشده است نیکی همه خمی خونیم دیگر رو نداری برای اینکه پول را کی میدید؟ پول را من میدیم برای این من میگم که چگونه میخونیم اساس اون است که ثبت شود سوال نوبتی برای ما غیرت می نویسند میگن که خوراکی دوست داشته شما کدام است و یا از پختن یگان نمودی خوراک میبراید یا اینکه نه راستی من همه نمودای خوراک رو راستی که در خانه من نمک خوراک میپزم برای میزنم خوراک میپزم نه خوراک پخته میتونم اما البته همه نمودی خوراک رو غیر همه نمودی خوراک رو میتونید غیر از آش پلو راستی دیگر همه نمودی خوراک رو پخته میتونید کدام خوراک رو میتونید گفته که من در حقیقت هم به طور حرفه‌ای میتونم که بپزم کدام خوراک است خی اینا پس ما وعده میدیم که خوش رسوی نزدیک رسوی نزدیک کمی وقت گذرد همراه یک جای خوراک میپزیم یک خوراک میپزیم و در همونجا شما با من بها میدید و پس پیشکشی مخلصان میگردیم خدا فکر کرده انسان ها میبینند آنها یا اینکه نه میبینند میبینند دوستان باز هم شب قبار شد شاید اگر لایه های نام میشود که میبینند شاید شاید دوام میتیم یک سیز نفر دیگر نیسته در خانه هم چونین سرود میخونید نویستن لطافت در خونه راستی گفت سرود نمیخونیم در خونه سرود نمیخونید در خونه زندگی دیگر هست در خونه با سرود خونه زندگی رو بزن بسیاری نفران پی پیکراتی شما چون شخصی خوشحال در خونه دیدر دزدر درک دن نکشان شخص اگر یعنی دستا ستکوی پور باشه خیر سرود خونده میدونه اگر دیگر وقت باشه سیریوز دی جدی بعد یا یکی اگر دیگر وقت باشد و عموما در رو نمیکشوید چون حالتا میداند که شود خوش دوام میتیم اکثر هم وقت که شما در جنر ایستاد سرود میخونید در دیگر جنر رو خود رو سنجیده اید نویستم البته سنجیدم و من کلیپ هم کردم کدوم جنر؟ ژانری استراده میباشه استراده میباشه مثلا شما شش مقام خونده میتوانید بله 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 شما در کالج صنعتی به نام صادرخان رفیز خوندم و پس از اون کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان رو ختم کردم با کدام اختصاص آواز خوان نه کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان رو با رژیستر ثبت آواز ثبت ختم کردم رژیستر ثبت آواز است بله ثبت ختم کردم با بهای چند ختم کردید 5 4 5 دیپلم سرخ گرفتید بس کمی نرسید به دیپلم کمی نرسید کمی 10 تا 3 زیادتی شد خیلی هیچ بکی نیست من تشکر میگم برای جواب های شما ادامه دارد برنامه امشب در تلویزیون تاجیکستان نامه‌نویس ما مبارز عثمانوف و امروز در مهمانی برنامه امشب سرانده شناخته علیشر عبادالله‌ایف ما در آخر باید یک چند سوال های تیم که این سوال ها با ایجاد شما یا اینکه با حیات شخصی شما پیوستگی دارد و تنها این سوال ها عقیده شما رو میفهمند و خلاص بله. عقیده شما رو سه زیباترین سراینده زن در تاجیکستان با فکر شما ستاره کرامت الله ستاره کرامت الله نگینه منقلوه نگینه منقلوه شبنم سرایو شبنم سرایو همشون زیبا هستن راستی همشون زیبا هستن شاید اولو با این نوا رو دیده با پگو از من خفه نشم که چرا مرا نگفتی تمام همه شما زیبا هستی اوه یانگه چی یانگه یانگه ای همه ده زیبا الان این چیز برای ما مهم بود ما تشکر میگم علی شیر برای شما و در آخر موافقی وعده نخست نمایش بار اول است و این هم باشد تنها در برنامه امشب معرفی ترانه و همزمان کلیپی نوی علیشر عبادالله‌ایف که نام دارد یاری بناس بله یاری بناس این هم در شهر تاشکند این هم در شهر تاشکند ثبت شده است آهنگ محمد علی عمر می باشد کارگرد موسیقی اون یعقوب جان عبدالله‌ایف که از یکی از شناخته ترین کارگردان موسیقی جمهوری تاجیکستان می باشد و کلیپی اون رو در شهر تاشکند ثبت کردیم و امروز نخستین شده من در برنامه شما یعنی با دست خالی نامده ایم تشکر زیاد میگم برای علیشر عبادالله برای شما موفقیت خوان هستم ما شما رو انتظار هستیم در برنامه دیگری ما با باز هم با خوراک پزی خوراک هم میپزیم خوراک میپزیم به یکان جا نمیگریزیم خوراک میپزیم باز کلیپی ناو کردیم باز کلیپی ناو البته خوراک میپزیم یک جای با کلیپی ناو و در آخر برای همدیاران عزیز برای تمامی مردم تاجیکستان تمنیات اون رو دارم که همیشه
تینجی و امانی در وطن ما باشد، همیشه در خاندان همه شمایون خیلی که در بلو قید کرده توی معرکه باشد و ما اهل هنر در خدمت شما باشیم. در پایان باید که بعد از شمی سخنان رقم های تلفن علیشهر باید باشد، ولی متاسفانه نمیشه زیرا که این برنامه امشب است. نو انصاف من مبارز عثمانوف، امروز در میانه بودن علیشهر بودلویف. این بود برنامه امشب در تلویزیون تاجیکستان.